سلام دوستان عزیز، امیدوارم در هر جای دنیا هستید خوش و خرم باشید. امروز با یک ویدیو تازه و عالی آمدون در خدمت شما آموزش کاپکیک داریم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. مواد لازم: 2 عدد تخم مرغ. داخل ظرف می‌ریزیم و با همزن شروع می‌کنیم به هم زدن. حدوداً 1-2 دقیقه تخم مرغ را با همزن می‌زنیم. ۱۵۰ گرم شکر داریم که کم کم اضافه میکنیم به تخم مرغ‌ها و داریم هم میزنیم. حدوداً تخم مرغ‌ها و شکر باید 5 دقیقه با هم دیگه کاملا خوب هم زده شوند. بعد از 5 دقیقه که تخم مرغ و شکر با هم دیگه کاملا زده شدن به این شکل در میآید و حالا یک قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنیم و دوباره با میکسر شروع میکنیم به زدن. ۲۰۰ گرم آرد داریم که داخل یک دانه الک میریزیم. یک قاشق چایخوری سرپر بکرین پود اضافه میکنیم و با قاشق همه مواد با همدیگه مخلوط میکنیم. دوستان عزیز، برای اینکه کیک خوبی داشته باشیم بهتره که آرد الک کنیم و کاملا دانه های بکرین پود با آرد مخلوط شود و داخل آرد هوا جا بگیره. در این صورت کیک خوبی به دست میاد. و حالا 150 گرم روغن اضافه میکنیم و با میکسر مخلوط. بعد از اینکه روغن اضافه کردیم و مخلوط کردیم، حالا آردی که با بکرین پود مخلوط کرده بودیم نصفش اضافه میکنیم و نصفش در مرحله دوم اضافه میکنیم. نصف آردی که اضافه کردیم با میکسر کاملا با همدیگه مخلوط میکنیم. و حالا نصف بعدی آرد اضافه میکنیم. 50 گرم شیر اضافه میکنیم که حدوداً 5 قاشق غذاخوری شیر میشه. و همه مواد با هم دیگه دوباره با میکسر میکس میکنیم. در این مرحله دیگه کاملا مخلوط شده، میکسر کنار میذاریم و حالا با لیسک کناره های مواد کیک پایین میکشیم و با کیک مخلوط میکنیم. همینطور که میبینیم مواد کیک به این شکل در آمده و کنار میذاریم. قالبی که داخلش کاپکیک میپزیم نیاز به چرب کردن نداره و داخل هر یک دانه قالب ما یک دانه قالب کاغذی میمانیم. و حالی مواد کیک داخل قالب های کاغذی میریزیم. به اندازه 2/3 قالب باید مواد کیک داخلش بریزیم. دوستان عزیز، میتونید با قاشق بریزید یا میتونید داخل یک دانه قیف بریزید و راحت تر داخل قالب ها را پر کنید. دوستان عزیز، این موادی که ما درست کردیم برای 11 عدد کاپکیک کافیه. برای اینکه کیک ما به خوبی پخته شوه، یه دونه چاقو را من داخل روغن کردم و کاملا چرب شده روی کیک به صورت علامت جمع میزنم تا کیک بسیار خوبی پخته شوه. داشه با دمای 170 درجه سانتیگراد قسمت بالا و پایین کاملا روشنه 5 دقیقه جلوتر گرم کردم. وقتی که بعد از 5 دقیقه داشه ما کاملا گرم شد، قالب کیک ها را در قسمت بالای فر قرار میدیم. حرارت بالا و پایین کاملا روشنه و به مدت 20 دقیقه تا کیک ها پخته شود. بعد از 20 دقیقه که کیک ها را امتحان میکنیم، همینطور که میبینید به خلال دندان از مواد کیک چیزی نمیچسبه و کیک ما کاملا پخته شده داخل داش در میاریم.
دوستان عزیز، همینطور که ببینید کیک ها به خوبی پخته شده و حالت گنبدی شکل گرفته و حالا میمانیم که کیک های ما سرد شوند. تا کیک ها سرد میشن میریم خامه برای روی کیک آماده کنیم. دوستان عزیز، من اینجا از کرم شانتی استفاده کردم که یک خامه آماده و پودری هسته. یک بستش را انداختم، حدوداً 70 گرم هسته و حالا 200 گرم شیره بهش اضافه میکنم، حدوداً یک گلاس میشه. دوستان عزیزی، پودر آماده خامه شکر داره، ولی من دوستانم کمی شیرین تر شه یک قاشق چایخوری شکر بهش اضافه میکنم. کسانی که شیرین تر دوست ندارن میتونن بدون شکر آماده کنن. و حالا شروع میکنیم با میکسر به زدن خامه تا خامه ما کاملا فرم بگیره. دوستان عزیز، همینطور که میبینید در اول بسیار خامه به صورت آبکی هسته و کم کم بعد از چند دقیقه زدن خامه فرم میگیره و خامه ما شکلش و فرمش سفتر میشه. به همین راحتی خامه ما فرم میگیره و آماده میشه. دوستان عزیز، میتونن به جای از این خامه حتی از خامه تازه که قبلا بهتون یاد داده بودم یا قیماق تازه را بگیرن بزنن و استفاده کنن. و دوستانی که مشکل دارن با خامه تازه یا قیماق تازه که بهش فرم بدن، میتونن از این خامه پودری آماده استفاده کنن که بسیار کار راحت کرده. و حالا خامه فرم گرفته را من به دو قسمت تقسیم کردم، داخل دو تا کاسه انداختم و بهش رنگ خوراکی آبی اضافه کردم و با خامه مخلوط کردم. خامه ما کاملا آبی شد و حالا رنگ پودری صورتی را من به این خامه دومی اضافه میکنم و با مواد مخلوط میکنم تا خامه ما کاملا رنگ صورتی به خود بگیره. بعد از اینکه خامه یا قیماق رنگ آبی و گلابی کردیم، یک دانه سلفون من به صورت چارگوش مبرم و حالا خامه یا قیماقی که رنگ آبی داره روی سلفون میمانم. همینطور که دیدید دو طرف به صورت رول جمع کنیم خامه را و کمی با دست قسمت هایی که داخلش هوا گیر کرده با دست کمی فشار میدیم تا هوا از داخل سلفون خارج شود. و حالا سلفون بعدی خامه صورتی را داخل سلفون میمانیم و دوباره رول میکنیم و هوای اضافه داخل خامه را خارج میکنیم. داخل یک دانه قیف من یک دانه ماسوره گذاشتم. بعد از اینکه ماسوره گذاشتم، این خامه ها را قسمت سر سلفونش من میبرم و داخل قیف جا میدم. دوستان عزیز، خامه ای که داخل قیف قرار میدم، هر دو خامه را برابر و یکسان یک برابر داخل قیف جا میدم. وقتی که خامه داخل قیف جا گرفته، خامه ها را کمی فشار میدیم به طرف پایین و حالا روی بشقاب یک دانه به صورت امتحان زدم و حالا روی کیک خامه را میزنم. همینطور که میبینید خامه بسیار عالی روی کیک فرم میگیره. و دوستان عزیز، همینطور که دیدی چقدر آسان ما تزیین کردیم روی کاپ کیک ها را با خامه دو رنگ و فرم دادنش را بهتون نشان دادم. و حالا ده تزیین آخر روی کاپ کیک ها من از این ستاره های شکری که در مارکت ها سودا میکنم و روی کاپکیک ها میریزم و تزیین میکنم. دوستان عزیز، این کاپکیک های بسیار عالی و خوش رنگ و زیبا را بهتون آموزش دادم. شما عزیزان میتونید این کاپکیک ها را برای مهمانی ها، تولد ها، پارتی ها و غیره درست کنید و همچنین در مراسم ها و عید ها هم میتونید استفاده کنید. بچه های کاپکیک ها را بسیار دوست دارن و امیدوارم که شما عزیزان هم از این ویدیو من خوشتان آمده باشه.
اگر از این ویدیو من خوشتان آمده لطفاً ویدیو را لایک کنید، چینل خواهرتان را سابسکرایب کنید، نماد زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی من را از دست ندهید. میتونید این ویدیو را با دوستانتان شیر کنید و به اشتراک بگذارید و چینل من را به دوستانتان معرفی کنید. دوستای عزیز، حالا من یک دانه از این کاپکیک ها را امتحان میکنم و به شما نشان میدم. همینطور که میبینید بسیار عالی و خوبیش در آمده و بسیار خوشمزه. جای شما عزیزان خالی. دوستان عزیز، اگر این ویدیو من برایتون مفید بوده و دوستش داشتین، لطفاً لایک یادتان نره و تشکر از حمایت‌های گرم شما عزیزان. و میتونید که در کامنت نظرتان را برای من بنویسید، خوشحال میشم. تشکر از شما عزیزان که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.